آندره اینقدر از دوست داشتم از نزدیک ببینمت. آندره اینقدر ازت تعریف کرده که گفتم بیام اینجا. قبل از اینکه برم خانوادت رو ببینم بیام اینجا تو رو ببینم. این همه نور لازمه؟ یکم بگذره عادت میکنی. میخواستم ببینم آندره کیو انتخاب کرده. پس انداختن عکس بهونه بود. آندره میگفت که شما پدرش تو اینجور چیزا یکم سخت میگیرین. خودم آماده کرده بودم. راستش از پدر مادری که تو دانشگاه تدریس میکنم خب کمتر از اینم انتظار نمیره. بالاخره هر کسی به یک چیزی اعتقاد داره. تو این جامعه وقتی که جز به یک اقلیت هستی مجبوری احتیاط بیشتری بکنی. آماده این؟ به خودشم گفتم تو این جامعه که همه چیز قاطی شده باید برای زندگی مشترک دنبال یه مسیحی واقعی باشه. گفته بودم حوصله این مسخره بازی‌ها رو ندارم. نگفته بودم؟ چرا بهش چیزی نگفتی؟ من باش حرف زدم. ولی دیگه نمیتونم این وضع تحمل کنم. شدم گاو پیشونی سفید. حالا خوبه گفته بودم پدر مادر آندره ممکنه بخوام بیان اینجا. ببینید عروس خانم از تخم ترکی کدوم زوج خوشبختیه؟ حالا میگه چی شده؟ بیام قدمشون رو چش؟ یه همین دیگه. سرمونو کردیم زیر برف به خیال اینکه هیچ کس ما رو نمیبینه. شناسنامه منو ندیدی؟ شناسنامه‌تو میخوای چیکار؟ میخوام برم یه خاکی تو سرم کنم. نمیبینی شدم مضحکه دوست و فامیل؟ خیلی ناراحتی. اومدنشونو بذار برای بعد از مراسم. ها؟ مرسی از راه حلتون پاپا. روز جمعه رو جای یک شنبه عوضی گرفتیم. همین موده که راه کلیسا رو گم کنیم، سر از مسجد و خانقاه در بیاریم. کاری به این کارا ندارم. یه امسال بی خیال نظر هر سالت بشو. یکم هم فکر منو بکنین. اینقدر داره دختر، تو بی خود داری سخت میگیری. من سخت میگیرم؟
شما هر سال این نمایش رو میندازی بعد میگی من سخت میگیرم؟ نمیگی اگه پدر مادر آندره بفهمن توی این خونه پای صلیب مسیح برای حسین سینه میزنن چی دربارمون فکر میکنن؟ تو چه میدونی به ما چی گذشته دختر؟ یه قصه رو هزار بار شنیدم. یه بار دیگه میگم که باز بشنوی. نه دیگه نه. حالا کجا شال و کلا کردی این وقت صبح؟ ثبت احوال. میرم ندونم کاری یکی دیگه رو من پاک کنم. مادرم سراغ عکساشو میگرفت. تو کیفمه درش بیا. حالا چطور شده؟ خوب افتاده یا نه؟ نمیدونم. خودت ببین بهم بگو خوب افتاده یا نه. شناسنامه خودته؟ بدش ببینم. یه دفعه چت شد؟ الکی که نیست. خرج داره آقا پسر. چیه؟ هیچی. سرخیز شدی دایی؟ صبح بخیر. آره صبح بخیر. مامانت گفت اول صبح کودتا کردی. پس بهت زنگ زد. زنگم نمیزد رنگ رخساره خبر میداد. نگران حالت بود. او همیشه نگران منه. مسخره میکنی پدر سوخته؟ خواهر منو؟ حالا چرا اون تو نشستی؟ دایی امروز فقط مونده هاپ هاپ کنم. اگه امروز دل به کار نمیدی پس اومدی اینجا بس نشستی که چی؟ خودم هم نمیدونم چه مرگمه. بهونه نیار بهونه نیار. یا پایی چرا معطلی؟ تو که بهتر از هر کسی این پیره مرد پیره زن رو میشناسی. یه خورده بهشون حق بده. میگه چیکار کنم؟ درکشون کن دایی جون. نمیمیری که. پس من چی دایی؟ میدونم مشکل تو چیه. آندره به مادرت هم گفتم.
تو هم اینقدر مسئله رو گنده نکن. میخوای دو تا خانواده هم دیگر رو ببینن؟ خب قرار رو بذار یه جای دیگه. گوشت با من هست دختر؟ شنیدی چی گفتن؟ آره، اون وقت نمیگن مگه خونه زندگی ندارن؟ آی دختر، اشکال تو اینه که به جای همه فکر میکنی. این خدمت بین نباش دختر. این 10 روز که تموم شد یه قرار میذاری میان خونه، همه چیز با خیر و خوشی تموم میشه. نمیدونم، کاش همه چیز به همین راحتی بود که تو میگی. سلام. سلام خانم، خوش آمدی. متشکرم، ببخشید یه عکس برای پاسپورت میخواستم. خواهش میکنم، بفرمایید آتولیه میگم بیان خدمتتون. اینقدر سخت نگیر دایی جون، شیطونه میگه بی. دایی، کاش میشد هر مشکلی رو سخت نگرفت. ببخشید خانم، کی آماده میشه؟ 2 روز دیگه. ممنون. دختر چرا تو تاریکی تنها نشستی؟ چیزی نیست، الان میام. آندره تلفن زد، دیدم سرت به کارت مشغوله، خبرت نکرده. گفت تلفن زده خونه، آنت گفته که رفتی ثبت احوال. تو واقعا رفته بودی ثبت احوال؟ نه. مشتری بفرستم؟ یه چند دقیقه راحتم بذار دایی. چشم چشم. آندره گفت برای نهار میاد اینجا دنبالت، با هم برید نهار بخورید. میل بفرمایید خانم جنت خانم. دفعه آخره که غذای رستوران رو میخوریم، به خاطر اینکه من بعد باید بشینی تو خونه من به شست و شو و پخت و پز. چرا بازی بازی میکنی؟ بخور دیگه. نگفتی رفته بودی ثبت احوال چیکار؟ نرفتم. نرفتی؟ چرا؟ میخواستم برم یکی از دوستامو ببینم ولی از اونجا رفته بود. تو از چی ناراحتی؟ چیزی شده؟ یکم حالم خوب نیست. قرص میخوری؟ درد میکنه. جانت، تو امروز حواست اینجا نیست. فقط نگو اشتباه میکنم که به هم برمیخوره. من الان برمیگردم. تو داری منو میترسونی. کجا داری میری؟ یه دفعه چت شد؟ چیزی نیست. میگم فردا یک شنبه است، چطور مامان بابا تو بیاری کلیسا؟
تو چرا باید قرص آرام بخش بخوری؟ قضیه اون شناسنامه تو کیفت چیه؟ متاسفم جانت، این حق بده، کنجکاف شده بودم. کجا داری میری؟ خستم اون بذار با هم بریم. نه میخوام تنها باشم. چی کار میکنی دختر؟ به خدا اگه اینا نریزه بیرون میرم یه بلای سر خودم میارم. آروم باش دختر. چیه؟ چرا وسط برابر منو نگاه میکنید؟ برید بیرون، بیرون لطفا. کجا را افتادید؟ برگردید. با این وزمو سیو برگردید. اقلن به فکر مادرت باش. بهت گفته بودم بابا، نگفته بودم؟ منم بهت گفته بودم که نمیتونم. چرا نمیخوای بفهمی؟ به خاطر تو، به خاطر آنت، به خاطر خودم نمیتونم جانت. نمیتونم، نمیتونم. اینو دارم هر سال میشنوم. چرا جور شماها رو من باید بکشم؟ اسمشو هر چی میخوای بذار. نه شرط و شروع، چه میدونم حماقت. ولی نه من، نه مادرت، هیچ کدومم نمیتونیم این درو به روی عزادارا ببندیم. تو میتونی؟ ببند. آب روی مسیح و هرچی مسیحی بردی موسیو. ببخشید، امروز صبح همینجا یه دختر جوان و ماشین زد. خبر ندارین چی به سرش اومد؟ شما از آشناشون هستین؟ بله. من امروز صبح خواب موندم، ولی از همسایه‌ها شنیدم. زنده موند یا نه؟ تایی همین خیابون بیمارستان هست، بردنش اینجا. ممنون. دختر تصادفیه تموم کرد. Thank you.
خدای من. تو چرا هنوز نخوابیدی؟ کجا بودی؟ چرا انقدر دیر کردی؟ بابا چرا تو حال خوابیده؟ یه خورده به گومگو کردی. نباید جلوی پسرام میزدت. بالاخره کار خودشو کرد. باید بهش حق بدی. مگه کار دیگه ای هم میتونم بکنم؟ ماما خستم، خیلی خستم.
سلام. چطوری؟ خوبم. یه نفر اون تو منتظرته. آتارس برو. رفته بودی کلیسا؟ خیلی منتظرت موندم. دیروز وقتی رفتی کلی فکر کردم. خب به نتیجه ایم رسیدی؟ مسخره میکنی جانت؟ خودتو بذار جای من، کلم پر از سواله، اینو بفهم. تو دیروز جوابمو ندادی. تو چی رو میخوای بدونی؟ خیلی چیزا رو. مثلا قضیه اون اسم تو شناسنامه تو. اصلا نمیفهمم یعنی چی. این موضوع خیلی برات اهمیت داره؟ آره، همونقدر که قضیه ثبت احوال رفتنت برام مهم شده. یه جور نظره. زن و مردی که بچه دار نمی شدن با دیدن یه تضییع عاشورا منقلب می شن و با یه نظر طلب حاجت می کنن. میشه اینی که جلوت وایستاده. ولی خب این چه ربطی به اون اسم تو شناسنامت داره؟ چه اصراریه به این بحث ادامه بدیم؟ بالاخره من باید بدونم یا نه؟ خب اگه مشکل اون اسمه میرم ثبت عوضش میکنم. این جواب من نیست. تو شاید این حرفا رو باور کنی ولی من نه. اصلا از کجا معلوم قضیه جور دیگه ای نباشه؟ مثلا یه جور پنهونکاری. یعنی چی؟ فکر کن. از کجا معلوم اون زن و مردی که میگی بچه دار نمی شدن بچه یه نفر دیگر رو بزرگ نکرده باشن؟ یه بچه بی سرپرست، مثلا یه دختر بچه به اسم فاطمه. خداحافظ. خودتو بذار جای من جانت، یکم به وقت بده. Thank you.
ترسیدی؟ نه، فقط یکم هول کردم. اینجا دنبال چیزی میگردی؟ نه. اون جوونو میشناسین؟ آره، یه بنده خدا. میدونید اون مسیحی نیست؟ یه رازی بود بین من و اون جوون. تو از کجا فهمیدی؟ پس خبر داریم. دخترم، دنبال چی هستی؟ چطور اجازه دادین اون اینجا کار کنه؟ یکی سفارشش کرد، از کارش گفت. خب، منم استقبال کردم. به همین راحتی؟ آره. تو مسیحی هستی؟ لااقل از خیلی هم مسیحی ترم. اگه منظورت منم، برای من کارش مهمه. مهمتر این که اون مسیح رو باور داره. اون چطور میتونه به مسیح ایمان داشته باشه؟ دخترم، اون یه هنرمنده. چرا باید مونش میشدم؟ فکر نمی کردم دل و دماغ کار کردن داشته باشه. پس میشناسیش که خبر داریم. من هم امروز صبح فهمیدم که اون نامزدش رو توی تصادف از دست داده. به خاطر مراسم روز یکشنبه ما کار رو تعطیل میکنیم. اما اون به من تلفن کرد و از من خواست که کار کنه تا مرگ اون دختر رو فراموش کنه. پدر روحانیم گفت شما دنبالمی. برای چی تعقیبم میکنه؟ فقط یکم کنجکاوی بود. مگه جواب سوالتو نمیخوای؟ جوابتو میدم. کجا میری؟ برسونمتون.
تو این هوا خیلی میچسبه. بهتره من برم. خواهش میکنم بشین. دوست دارم اسم کسی رو که میخوام حرفامو بهش بزنم بدونم. امین. اسم منم فاطمه است. فاطمه؟ اما پدر روحانی یه چیز دیگه میگفت. همینطور میگفت خبر داری سر زهرا چی اومده. زهرا؟ نام زدم. نمیخواستم تو رو یادمون بندازم. نگفتی دنبال چی هستی؟ من و زهرا با هم دوست بودیم. باز یه دروغه دیگه. اون از اون اولش که گفتی اسمت فاطمه است، حالا که داری از دوستیت با زهرا دم میزنی. من به تو دروغ نگفتم. یهاش بخونش. اینجوری به هم زل نزن. آره من یه مسیحیم. البته از اسمی که روم گذاشتن دل خوشی ندارم. خب خیلی از مسلمان هم اسم بچه هاشونو میذارن مریم، یحیی، عیسی یا حتی مسیح. اونا مثل من. فکر میکنی با این قضیه کنار اومدن؟ چرا نباید کنار بیان؟ همه این اسامی توی قرآن اومده. من لحظه به لحظه زندگیمو مجبور بودم که ثابت کنم یه مسیحیم. زهرا هیچ وقت از تو برام حرف نزده بود. خیلی دوستش داشتی؟ ناراحتت کردم؟ تو بیمارستان خیلی به هم ریخته بودی. انقدر تو خودت بودی که من جای تو احساس تنهایی کردم. نمیخوای بگی چرا دنبالمی؟ خودم هم نمیدونم. بهت حق میدم که باور نکنی. راستش دست خودم نبود. یه جورایی نگرانت شدم. گرفتم اونجا هم نبودی. آدرس بیمارستان رو نوشتم چسبوندم به در یخچال. خودتو برسون اینجا. الو. سلام جان. باید باهات حرف بزنم. میشنوی چی میگم؟ جان گوشیو بردار. الو سلام. اگه صدای منو میشنوی جواب بدی. الو. الو الو من امروز چند بار تماس گرفتم. کسی اونجا صدای منو نمیشنوه؟ میخوام با صاحب پراید یشمی رنگ حرف بزنم.
چطوری؟ سلام. سلام. خیلی وقت ندیدمت. رو اومدی. حالت چطوره؟ دیشب تا صبح ناله میکرد. دکتر چی گفتم؟ همون درد همیشه گی. این دفعه نه. دکترش میگفت دریچه قلبش گشاد کرده. چی رو میخوای مخفی کنی پاپا؟ همون درد لعنتی، عفونت رحم. بدبخت اینه که نمیخواد ازش دل بکنه. تو نمیخواد خودتو مقصر بدونی. آخر نظری بچه دار شدن همینه. آخه دختر بیماری که خبر نمیکنه. این مرض نشد یه درد دیگه. درسته. این بدن لاجون به هزار جور درد و مرض داره کولی میده. از کجا که مسبب هر کدومشون مصیبتی مثل تو باشه؟ آره، همیشه یه چیزی هست که آدم خودشو تبرئه کنه. کاش فقط یکم جرأتشو داشتم که خودمو مقصر بدونم. حالا کجا با این عجله؟ میرم بیرون یکم هوا بخورم. جانت، من اینجا پیشش میمونم، تو برو خونه یکم استراحت کن. سلام. میتونم بیام تو؟ خونه خوبیه؟ خونه پدریه. به خاطر کارشون رفتن شهرستان. منم یه جورایی شدم سرایداره اینجا. تو چرا باهاشون نرفتی؟ زهرا رو چیکار میکردم؟ بفهم. خودت اذیت نکن. نمیشم. بعد جوری سرفه میکنه. چشه؟ تو جنگ شیمیایی شده. چی داره میگه؟ تو که بعد خوب بفهمی. مسیح رو صدا میکنه. مسیح؟ آره. یکی از بیماره پدرمه. تو جبهه با هم همرز بودن. شمایل مسیح توی کلیسا کار ناتموم اونه که از من خواسته تمومش کنم. اون عکس رو زهرا ازم گرفته. کارش خیلی خوب بلد بود. این عکسو کجا انداختیم؟ یادم نمیاد. زهرا عاشق اینجور جاها بود. یادمه وقتی سردر اون خونه رو دید گفت که میخواد یه عکس از اونجا داشته باشه. همیشه عادت داشت که از صاحبخونه اجازه بگیره. ولی اون روز هیچ کس در رو به رومون باز نکرد. زهرا چند سالش بود؟ هنوزم اصرار داری باور کنم که با زهرا دوست بودی؟ چرا حقیقت رو بهم نمیگی؟ فقط تنها
حس کردم تو هم تنهایی. همون اولین بار که تو بیمارستان دیدمت به نظرم آشنا اومدی. حسم به من دروغ نمیگفت. انگار 100 سالی بود که میشناختمت. بعدش هم که دیدم رو شمایل مسیح کار میکنی بیشتر کنجکاو شدم. تو اون بیمارستان چی کار میکردی؟ رفته بودم عیادت یکی از دوستام. من دیگه باید برم. چرا نمیتونم اعتراف کنم؟ یا مریم مقدس کمکم کن. سلام جان، با هم تماس بگیر، باید با هم حرف بزنیم. چندومین باره که تلفن میزنم. اگه صدای منو میشنوید جواب بدید. الو، میخوام با صاحب فراید یشمی به شماره 61415 صحبت کنم. الو، بله. دختر چرا اینجا افتاده؟ بیا جان جان، اینو بخور، شاید یکم حالت جا بیاد. مامان چطوره؟ وارتان داره میخوابونتش. بیچاره خواهرم، حسابی هول کرده. چرا با این وضع آوردینش؟ خودش اصرار کرد. بذار اینو برات درست کنم. نباید مرخصش میکردین. هرچی باشه بیمارستان بیشتر بهش میرسن. بیتابی خونه رو داشت. هر کاری کردیم دو سه روز بیشتر تحمل کنه قبول نکرد. زن و شوهر مثل همن. نمیخوان مراسم رو از دست بدن. سالهای ساله که این زن و شوهر دلبسته این شبا. شاید باورتون نشه، خود منم بیشتر وقتا دلم برا محرمای خونه تنگ میشه. برش ندار دایی، میره رو پیغامگیر. چیزی شده جنت؟ نه، یه مزاحم عوضیه. الو جان، خونه ای؟ منم، آندر.
آندره. آندراس؟ نه دایی. اگه خونه ای جواب بده. به عکاسی زنگ زدم کسی گوشی رو بر نداشت. نگران شدم. آخر ماه گرفتار حسابای شرکتم. تونستی با هم تماس بگیر. طوری شده؟ چرا جوابشو ندادی؟ حرفتون شده؟ نه، فقط حوصله‌شو نداشتم. حوصله‌شو نداشتی؟ خب پسر بدبخت بیگناه چی کار کردی که وسط دعواهای شما باید تا در هوا بمونه؟ شما نمیخواد نگران اون باشی. اون آقا وقتی قضیه اسم تو شناسنامه رو فهمید هزار جور قصه در آورد. مگه بهش گفتی؟ چیزایی که قبلاً برام مهم بودن و منو میترسوندن امروز دیگه بی اهمیت شدن. امروز چیزای دیگه ای منو میترسونن. کی کار تموم میشه؟ باز که شما این باز زودتر تمومش کنه. ندیدی چه حالی داشت؟ مونده تا تموم شدن این نقاشی رو ببینی. اون مرد چرا تو رو به پدر روحانی معرفی کرد؟ چرا از خودش نمیپرسی؟ من که سر در نمیارم. از چی؟ بالاخره تو یه مسلمونی. مگه نمیشه مسلمون بود و مسیح رو دوست داشت؟ مسیح رو چطور شناختی؟ من و زهرا خیلی دربارش با هم حرف میزدیم. از اون راننده‌ای که زد به زهرا خبری نشد؟ هنوز نه. یعنی هیچ کس شماره‌ش هم بر نداشته؟ نه. تو چی؟ اگه اون راننده رو ببینی چی بهش میگی؟ زهرا همه چیز من بود. اون میگفت خیلی از مصیبت‌های بزرگ از اشتباهی کوچیک ناشی میشه. نباید بذاریم مصیبت‌های بزرگ چشمامونو تنگ کنه و اشتباهی کسی رو بزرگ نشون بده. ولی مردم جور دیگه ای داوری میکنن. اما عدالت چیز دیگه ایه. تو میخوای چی رو ثابت کنی؟ اینکه با بقیه فرق میکنی؟ فقط میدونم رنج از دست دادن زهرا شیرین‌تر از داوری کردن بیهوده است. کافیه خودت جای اون راننده بذاری. تو بودی وای میسادی؟ چرا که نه؟ ولی بهت نمیاد انقدر محکم باشی. اصلا خودتو چی؟ خیلی دلم خواد تو اون لحظه بمونم و فرار نکنم. خدا کنه انقدر شجاع باشم که بمونم. حرفات من یاد کتاب مقدس میندازه. نکنه یک شنبه ها انجیل میخونی؟ یه شنبه ها که نه، ولی گاهی اوقات یه نگاهی بهش میندازم. و ایشان را فرزندی نبود، چرا که الیسابات نازا بود و هر دوی آنها دیرین سال بودند. توی کتاب مقدس دنبال چی میگردی؟ دنبال مسیح. تو دنبال چی هستی؟ اعتراف کردن. برای اعتراف کردن پدر روحانی هست. ولی اونی که باید بشنوه توی، نه پدر روحانی. اما وضع منم بهتر از تو نیست. من باید به تو عادت کنم. بذار ترسم بریزه. اون وقته که همه چی رو برات تعریف میکنم. پس زهرا چی؟ اینجا همه چیز به زهرا ختم میشه. همیشه از هر چی که خواستم فرار کنم آخرشان به همون پناه بردم.
سلام جان، با هم تماس بگیر. هنوز غذا رو نکشیدم. نه، تو چرا از رو تخت پا شدی؟ خسته شدم از بس خوابیدم. اگه این چند شب اذیت میشی میتونی بری خونه دایید. ماما، تا حالا شده بخوای به چیزی اعتراف کنی ولی جرأتشو نداشته باشی؟ چطور مگه؟ یکی از دوستان مشکلی براش پیش اومده، نگفتی. تو بودی چی کار میکردی؟ مگه دوست تو چی کار کرده جانت؟ سلام. سلام. میخوای بری؟ زود نیست؟ داداش زهرا بیرون منتظرم. آره دیدمش. چی کارت داره؟ پلیس میخواد با هم حرف بزنه، نمیخواستم تنها برم. آخ، داشت یادم میرفت، اینو تو وسایلم پیدا کردم، مال زهراست. داده بود چاپش کنم که خورد به این ماجرا. جایی سواق داری چاپ کنم؟ یادگاری زهراست، نمیخواستم با این چاپای ماشینی حروم بشه. یکم وقت میبره امین، یه حرفایی هست که باید بهت بگم. آره میدونم، حرفایی برای نگفتن، اما بذار برای بعد، دیدی که بیرون منتظرم. حرف زدن با تو سخته. ببخشید. بله؟ از آگاهی بود، رانندهی که زده بود به زهرا رفته خودش معرفی کرده. پس چرا حرف نمیزنی؟ اون روز غیر از زهرا یه تصادفی دیگر هم آوردن اونجا که بعد دو روز مرخصش کرد. اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، اومدم دنبالت، دیدم جاتره بچه نیست. کجا بودی؟ با دختر داییم بودم. تا این وقت شب؟ درست اینجا من میکنی؟ خب میخواستی بیای زنگ میزدی بعدن میومدی. نه خیلی جواب تلفنمو میدی. به خیالم بیخبر اومدم خوشحالت کنم. تو خونم رفتی؟
اینجا راحت ترم. سلام. معلوم است کجایی دختر؟ این جوان 3 ساعتیه که اینجا منتظرته. بفرما. مرسی. جانت، من فکر میکنم ما خیلی تند رفتیم. بهتر با هم صحبت کنیم. اینجا؟ فردا بیا عکاس خونه. خوب بخوابی. ازدواجت که به همین زودی هست. وای آندره اینجا نگاه کن، دو تا بچه برات افتاده. خوشگله. تو مطمئنی دختر؟ شاید نگاه کن تو فال تو اصلا بچه نیست. بفهمی؟ بله هستم. شما؟ با تو کار داره. با من؟ کیه؟ نشناخت. بله؟ شماره اینجا رو از کجا گیر آوردین؟ باشه. زیاد به حرفای جولیا گوش نده. فال دختر من چپ. همین الان حرکت میکنم. کی بود؟ یکی از دوستام. گفته بودم یکی از دوستام توی ثبت احوال کار میکنه. باید برم ببینمش. میخوای باید بیام؟ نه. وضع زندگیشون جوری نیست که هر کسی بخواد خونشون و زندگیشون رو ببینه. باشه. پس با این حساب من میرم شرکت. با اجازتون. خواهش میکنم. خداحافظ. 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 هیچی نپرس. بعدن همه چیزو توضیح میدم. موتور مال تو بود؟ نباید دنبالم میکردی. تو هم همین کارو با من کردی. نکردی؟ گفتم امروز بیاییم عزیزو ببریم تماشای مسیح، بعدم بسپارمش دست پدر روحانی تا برش گردون و بیمارستان. پس تمومش کردی؟ هرچند تماشای مسیح برای من بهونه بود، دست خودم نبود.
تو این مدتی که غیبت زده بود دلم برای نگرانی ها تنگ شده بود. قشنگه. کار من دیگه اینجا تموم شد. حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. شاید یه تابلوی جدید. تابلوی زن. یه مادر. فاطمه. شاید لازمه بعضی وقتا چیزایی که دوستشون داریم از دست بدیم. خوشحالم اینو میشنوم. میخوام به یه وضعیت جدید فکر کنم. خوبه. یه زندگی جدید. راستی تو گفته بودی میخواستی خودتو آماده کنی که یه چیزی به من بگی. دیگه مهم نیست. ولی من میخوام بشنوم. گفتم که چیز مهمی نبود. ولی من امروز اومدم اینجا. خواهش میکنم. دیگه هیچی نگو. مگه تو همینو نمیخواستی؟ نه. تو چه میدونی پشت بیقراری من چی بود؟ تو بگو چی بود؟ مگه نمیخواستی توی این رگا دوباره خون جریان پیدا کنه؟ خب نگاهشون کن. نگاهشون کن. من فقط شوکه شدم. همین. جانت از چی میترسی؟ از فاصله های بینمون؟ نه همین، اشتباه نکن. وقتی که تو داشتی مسیح رو میکشیدی تو خونه ما برای عزای حسین نظره میپختن. مرزی بین ما نیست چه برسه به فاصله. فاصله بین جانت و فاطمه و اندازه فاصله من و توه که اینجا. آره اونقدر نزدیک که بوی گندش رو هر کسی میفهمه. حالا میفهمم این موش و گربه بازی ها واسه چی بود. برات متاسفم. چرا؟ حرف بزن، یه چیزی بگو. به خاطر همون اشتباه کوچیک داشتم دیوونه می شدم. مرگ زهرا، حال و روز تو، بعد یه کاری می کرد. آخرش هم که معلوم شد طرفم رو اشتباهی گرفتم. من ترسیده بودم. امین امین
چرا حرکت نمیکنه؟ مگه نمیبینی راه بسته است؟ آخه داره میمیره. یک رخ نمانده بود که سیلی نخورده بود، چون دست هر می به روی ماه پاره بود. از دست ها مپرس که با گوش ها چه کرد، از مشت ها بپرس که با گوش باره بود. مژدگانی هم نخواست گوشی رو بردارید. من تو یه رستوران یه کیف پیدا کردم که یه گواهینامه و یه کارت ماشین توشه. الو الو
تو اینجایی؟ بیرون نگاه کردی؟ میدونی کی اومده؟ تو بهش چیزی گفتی؟ یکی باید بهش توضیح میداد که اشتباه کرده. موسیقی